آشورا، یکی از بزرگترین مراسم های مذهبی مسلمانان، همه ساله در افغانستان گرامی داشت می شود. اما با تحول سیاسی، امسال این مراسم در پایتخت افغانستان کمرنگ شده است. عزاداران شبه پارسال نمی توانند این مراسم مذهبی را برگزار کنند و برنامه های شبانه به گونه کامل به دلیل محدودیت های شبگردی لغو شدند. بله، جمع جوش مردم یک چیز کمتر بود. بله، دسته برم شد، سینه برم شد. امسال یک ذره مردم به خاطر همزی مسئله که تحولات پیش آمده، یک ذره مردم ترس و لرز و وهمه داره، خاطر همزی یک چیز کمتر بود. مقصد دمی دیروز امروز ازدامش خوبه، از پیش یک ذره ترس ایراز داشتن. مقصد دمی دیروز تا الان یک ذره بهتره، خوبتره. امروز باز بیخی بهتر بود، خوب بود. شمار بانوان در این مراسم مذهبی و در تکیه خانه ها بیشتر است. بدون هیچ تغییر پوشش میگویند تا اکنون به مشکل بر نخوردن. اما برعکس، شمار عزاداران مرد به مراتب کمتر از زنان است. خب طبعا میبینید دیگه، خیلی زیاد تغییرات آمده. درست مراسم ما خوب میگذره، یعنی دل مردم جمع است، کدام انتحاری نمیشه، انفجار نمیشه، ولی بازم دیگه طالبا ترس خود داره. مردم کم میاد؟ خیلی کم است. اولاد ما کشته نشه، خونریزی نشه، هر گروهی که باشه ما دوچ کار نداریم، فقط آرام باشیم، مملکت ما آرام باشه، ما رو که از غرض نگیره. مراسم مردم بود؟ بله بودم، بسیار زیاد. این هم چندی نیست بازرسی طالبان. میگویند امنیت مراسم مذهبی عزاداران حسینی را تامین میکنند. برای عاشورا هیچ قید و شرط وضع نکردند و مراسم ها هم باید جریان داشته باشند. مثلا د خلکو د مال د سر د ناموس د امنیت په خاطر باندې مونږ دلته د خپل وظیفه اجرا کوو. کنه کوم ماش ماش مونږ ته نسته، نه د کوم مطلب دپاره مونږ دلته راغلي. انشاءالله د الله د رضا دپاره او د اسلامي د شرعي نظام د شیخ صاحب هیبت الله له طرفه مونږ ته دا فرمان راغلی ده چې تاسې به د خلکو ناموسونه مالونه دا ټول په امن باندې کوئ. له خیره سره دغه امن دپاره مونږ دلته راغلي. خواست ما میست که امنیت مردم بگیره، مردم را زیاد آزار نکنه، وحشت نکنه، مردم با مردم رفتار کنه. فعال است، تابال فضل خدا را فعال است. می خواهیم که اینا رو بگیم از طرف شب عاشورا است، اینا باید امنیت خود تامین کنه. تا سال گذشته مراسم های مذهبی ایام محرم زیر موج از تهدیدات گروه داعش در کابل و ولایت ها برگزار می شد و مردم به تامین امنیت آن می پرداختند. اما امسال تا اکنون خبر از تهدید وجود ندارد و امنیت تکیه خانه و اماکن مذهبی را هم طالبان گرفتند.